بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم خدمت شما، سال روز ازدواج مبارک و مقدس و پربرکت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. ازدواجی که برکت او در طول تاریخ امتداد پیدا کرده، همه اتفاقات خوب عالم، همه قیام‌های به نفع جریان حق و عدالت، اینها توسط این دو بزرگوار و فرزندان این دو بزرگوار انجام شده و تا قیامت هم همه ما سر سفره علم و معرفت و اخلاق و تهذیب این خانواده آسمانی نشسته ایم. یکی از چیزهایی که در اسلام عزیز ما مقدس شمرده شده ازدواجه. مبارکترین پیوند، پیوند ازدواجه. انقدر ازدواج اهمیت داره که رهبر عزیز ما از ابتدای انقلاب تا کنون هر زمان که فرصت داشته اند جلسات قرائت خطبه عقد رو برای جوانان مؤمن کشور عزیزمون داشتن. امام یک جمله نصیحت میکردن وقتی که عقد رو میخوندن، تبریک میگفتن، میگفتن که بروید با هم بسازید. این که زن و مرد بدانند که با ازدواج اتفاق عظیمی افتاده، ولی اون آرامشی که قرآن کریم به خاطر ازدواج به ما وعدش رو داده، این رهبر انقلاب فرمودن که این با کمک زن و مرد اون آرامش ایجاد میشه. در واقع ازدواج اقتضای اون آرامش رو داره. اگر زن و مرد با هم نسازن، سختی های مسیر رو با هم دیگه حل نکنن، اون آرامش پدید نمیاد. و یک سری چیزا هست که بایستگی ازدواج تراز اسلام و انقلابه. حتما باید ایمان شرط اساسی باشه. در بیانات رهبر انقلاب در خطبه عقد فراوان میبینیم عنصر ایمان که برگرفته از روایات اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریمه، عنصر ایمان در اون دختر و پسری که قرار همدیگر رو انتخاب بکنن باید به عنوان شرط اول باشه و عمل به دین. ایمان و عمل به دینه که خوشبختی میاره، آرامش میاره، محبت میاره، مودت میاره و زن و مرد رو در کنار همدیگه رشد میده. عنصر بعدی که خیلی مهمه بحث نرفتن به سمت تجملگرایی و اشرافیگریه. شنیده اید وقتی که جهیزیه حضرت زهرا سلام الله علیها آماده شد در مقابل حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله گذاشتن، حضرت دعا کردن این جهیزیه‌ای که بیشتر اجزای اون جهیزیه از سفال بود، به حد اقل ایشون بسنده کرده بودن و بعد ساختن و کنار آمدن. بالاخره مشکلاتی در زندگی هست، زن و مرد مسلمان و مؤمن که با همدیگه پیوند ازدواج می‌بندن، اینها باید با همدیگه کنار بیان، مشکلات رو تحمل بکنن و کمک بکنن، همون جوری که امیرالمؤمنین علیه السلام درباره حضرت زهرا سلام الله علیها این گونه فرمودن که نعم العون علی طاعت الله. زن و مرد باید کمک‌کار هم باشن برای اطاعت خدا و بعد هم رهبر انقلاب بارها این تأکید رو کردن که باید در اولین فرصت این دو جوان به سمت تکثیر نسل و فرزندآوری برن، چون فهمودن گاهی اوقات به تأخیر انداختن این کار مشکلاتی ایجاد میکنه و ثمره ازدواج خوب فرزندان صالح و انشاءالله سالم خواهد بود. بازم تبریک میگم این روز عظیم رو. انشاءالله از برکات این روز عظیم هم مقدمات ازدواج جوانهای عزیز ما فراهم بشه با کمک همه مردم، با کمک پدر مادرها، با راحت گرفتن خود عروس و دامادها و پدر مادرها و انشاءالله اونهایی هم که ازدواج کردن زندگیهای با محبت و آرامش داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.